مسئله کند شدن سرعت شارژ موبایل برای همه تا حالا پیش اومده. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داخل این ویدیو میخوام بهتون چند تا راهکار ساده بهتون بگم که شما بتونید این مسئلتون رو به راحتی حلش کنید. اینو در نظر بگیرید، این مسئله برای شما پیش اومده، میخواین حلش کنید. انتظار چیزای عجیب و غریبی نداشته. این مدل ویدیوهایی که براتون میسازم اینجوریه که آقا این مسئله برای من رفع شده، چه راهکارهایی به ذهن من میرسه، چه راهکارهایی جلوی من وجود داره تا این مسئله‌مو رفعش کنم. بزن بریم این ویدیو رو شروع کنیم. اولین مسئله‌ای که باید چک کنی کابل شارژ گوشی ما. خیلی از افراد زمانی که یه گوشی جدید می‌خرن معمولاً از کابل شارژ قبلی استفاده می‌کنن و این کابل شارژ شاید مناسب اون گوشیتون از لحاظ ولتاژی نباشه. یه سری آسیب‌های دیده باشه، به صورت ظاهری اونا رو نبینی. پس بهتره که اون گوشیتون کابل شارژ خودش رو استفاده کنین. معمولاً گوشی‌های جدیدتر که می‌گیرین، حالا درسته شاید شارژ نداشته باشن، اما کابل شارژ که دیگه داخل جعبه خودشون دارن. نکته دیگه که وجود داره، از کابل شارژای برندهای معتبر استفاده کنید. اگه میتونید هزینه کنید بهتره، از کابل شارژای یه سری برندهای معتبر که داخل بازار وجود دارن و روکش اونا قوی تر از اون چیزیه که جعبه گوشی قرار میدن، از اونا استفاده کنید. مثلا روکشای کنفی یا مدلای مختلفی وجود داره توی بازار که باعث میشه در اثر خم شدن و یا تا خوردن توی دراز مدت کمتر کابل شما آسیب ببینه، چون یه سری وقتا از اون قسمت‌های اتصالات کابل شارژ از داخل آسیب می‌بینه، با نگاه کردن ظاهری متوجهش نشید. نکته دومی که وجود داره، بهتر از شارژرای همون برند استفاده کنید. به هیچ عنوان از شارژرای برندهای دیگه، حتی اگر سرعت شارژشون یکی بود، مثلا گوشی شما 18 وات سامسونگ، از 18 وات شیائومی استفاده نکنید. تکنولوژی شارژرای برندهای مختلف با همدیگه فرق داره. بهتر از شارژر سامسونگ استفاده کنید و یا اگه دوست ندارین از اون شارژر استفاده کنید، یه سری برندهای معتبر داخل بازار هستن که قیمت مناسبی دارن و شارژرای استانداردی رو وارد بازار کردن و غیر از برند خود اون گوشی هستن. به اونا هم میتونین اعتماد بکنید. نکته بعدی بررسی پورت شارژ. یکی از مشکلاتی که همیشه پیش میاد کثیف شدن پورت شارژ گوشی شما. چطور از این مسئله جلوگیری بکنید؟ یه راه حلش اینه که یه سری قابای ژله‌ای توی بازار وجود دارن که اون درگاه رو پر میکنن و میتونید زمان شارژ شدن فقط اون درگاه رو باز بذارید و بقیه مواقع ببندید. اگه از این مدل کیسا ندارین هیچ مشکلی نداره. میتونید از همین کاور مناسب برای گوشیتون تهیه کنید و یا اگه کثیف شد میتونید از اسپری‌های هوای فشرده استفاده کنید و یا برس‌های تمیز. از گوشواکن استفاده نکنید، چون گوشواکن خودش یه سری پرزایی داره سرش، ممکنه اونا وارد اون قسمت بشه و روند شارژ شدنتون رو مختل کنه، اونجا گیر کنه به اصطلاح. برای تمیز کردن جک 3.5 میلیمتری هم خیلی از افراد از این استفاده میکنن که خوب نیست. یه سری از مواقع پیش میاد که شما شارژر رو وارد گوشی میکنین اما اون پورت شارژتون لغ میزنه. یه مشکل سخت افزاریه و خب متاسفانه کاری از دست شما بر نمیاد. بهتره که گوشی خودتون رو همونجوری که هست به مراکز تعمیرات موبایل ببرید تا اونجا گوشی رو برای شما تعمیر کنه. این مسئله خیلی ساده است اما خیلی سریع هم ازش رد میشه. منبع برق خودتون رو بررسی کنین. شاید سیم کشی ساختمونتون مشکل داره و بررسی کنین از چه جایی برق رو به شارژر میدین. این از این نکته. نکته بعدی که وجود داره، سعی کنین گوشی رو جایی قرار بدین که گوشی بیش از حد داغ نشه. یه سری از گوشی‌ها داغ میشن زمانی که دارن شارژ میشن با تکنولوژی شارژ سریعی که وجود داره، اما اگه گوشیتون بیش از حد داغ بشه هم به باتریش آسیب میرسونه، از اون طرف هم سرعت شارژ خیلی از گوشی‌ها میارن پایین‌تر. حالا چیکار بکنید؟ سعی کنید جایی که زیر نور مستقیم آفتاب گوشی رو به شارژ نزنید، مثلا پشت پنجره. خیلی از افراد این کارو انجام میدن و من خودم به شخصه دیدم که یه سری از افراد دقت نمی‌کنن. نکته بعدی که وجود داره، کیسای عجیب و غریب شارژ رو میتونید در بیارین زمانی که گوشی شارژ میشه. یه نکته‌ای که باید خیلی در نظر داشته باشین اینه که وقتی که گوشی داره شارژ میشه اصلا باهاش کار نکنید. این یکی از عادت‌های بدیه که خیلی از افراد انجامش میدن. یه سری از گوشی ها ما داریم، مثل گوشی های گیمینگ، یه فناوری دارن که شما میتونید جریان برق رو به صورت مستقیم به گوشی متصل بکنید و از همون جریان برق مستقیم استفاده کنید و از باتری استفاده نمی کنه. این از گوشی های گیمینگ. اما گوشی های معمولی این ویژگی رو ندارن. 99% این گوشی ها این ویژگی رو ندارن و باعث میشه یه سیکل معیوبی توی باتریتون به راه بیفته و عمر مفید باتریتون از اونورم بیاد پایین. با گرم شدن باتری به باتری آسیب برسه. یه کار اشتباه شما چند تا آسیب رو به گوشی وارد میکنه. میتونین از تایمای مردتون استفاده کنین. بالاخره همه ما آدمیم و غذا میخوریم. میتونین زمان غذا خوردن گوشیتون رو بزنین به شارژ. دیگه انقدر وقت خالی دارید. مخصوصا برای گوشی های آیفون به شدت باتری هلثش رو میاره پایین.
یه ویژگی که خیلی از گوشی‌های اندرویدی دارن اینه که میتونید فست شارژش رو غیر فعال کنید. بهتره که هر چند وقت یک بار این کار رو انجام بدین. اگه وقت دارین بهتره که بدون فست شارژ گوشیتون رو شارژ کنین تا فشار کمتری موقع شارژ بهش وارد بشه. چیه سامسونگ توی قسمت باتری، قسمت شارژینگ ستینگ و گزینه فست شارژ از اون قسمت میتونید غیر فعالش کنین. روی یه سری از برندهای دیگه وجود داره. داخل بخش باتریشیتون چک بکنین، این گزینه رو پیدا بکنین و فست شارژ رو غیر فعالش بکنین. رفقا این از چند تا راهکار ساده برای حل مسئله کند شدن شارژ گوشیتون. شما هم اگه تجربه ای دارید از کند شدن شارژ گوشی و اینکه چجوری رفعش کردین، حتما توی قسمت کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارین. به روز و آگاه.